امسال سال 2015 بیستمین سالگرد کشف سیاره هایی است که بیرون از راجمان یا منظومه خورشیدی خودمان به گرد ستارگان دیگر می‌گردند. در گفتار امروز به این گونه سیاره ها که در اخترشناسی به آنها اگزوپلنت، برون سیاره یا اکسترا سولار پلنت، سیاره استرخورشیدی می‌گویند می‌پردازم. کشف این سیاره ها بسیار مهم است از جنبه های گوناگون. نخست اینکه سده ها یکی از پرسش های فلسفی بیپاسخ انسان این بوده که آیا ما تنهاییم یا در جاهای دیگر کیهان جانداران هوشمند زندگی می کنند. این پرسش در دین ها کفر شمرده می شده، تا آنجا که جوردانو برونو فیلسوف ایتالیایی پایان سده 16 جان خود را بر سر آن نهاد. جوردانو برونو را واتیکان در سال 1600 میلادی پس از 8 سال محاکمه و شکنجه زنده در آتش سوزاند، چون گفته بود که گیتی بیکران است و مرکز ندارد. ستارگان هر یک خورشیدی است و به گرد آنها سیاره‌هایی چون زمین در گردشند. چنین اعتقادی در آن زمان کفر تلقی می شد و روحانیان نمی توانستند آن را بپذیرند، چون زمین را مرکز گیتی می دانستند و انسان را اشرف مخلوقات. در این تصویر تندیس برنزی جوردانو برونو را می بینید که در سال 1889 برای بزرگداشت او در همان جایی که او را آتش زدند برپا کردند، در میدان کمپو د فیوری در شهر روم، رو به واتیکان ایستاده و با نگاه تحقیرآمیزی به آن سو می‌نگرد. امروز می‌دانیم که اگر جانداران هوشمند وجود داشته باشند باید در سیاره‌ها زندگی کنند. ناممکن است که در ستاره‌ها موجود زنده وجود داشته باشد، زیرا ستاره‌ها از گاز بسیار داغ درست شدند و جامد نیستند. برای نمونه خورشید ما توده است از گاز با دمای سطحی 6000 درجه سانتیگراد. دمای هستش 15 میلیون درجه است. گذشته از این، ما تاکنون تنها با یک راجمان منظومه ستاره‌ای سر و کار داشتیم، یعنی راجمان خورشیدی خودمان. کشف و مطالعه راجمان‌های دیگر شناخت ما را از دیسش فرماسیون سیاره‌ها بیشتر و ژرف‌تر خواهد کرد و به بهتر فهمیدن راجمان خورشیدی خودمان می‌انجامد. نخستین سیاره استرخورشیدی را در سال 1995 دو اخترشناس سوئیسی کشف کردند، میشل مایاخ و دانشجویش دیدیه کلوز، که در آن زمان تز دکترای خود را آماده می‌کرد. این کشف که در نپاهشگاه اوت پروانس فرانسه با بکار بردن تلسکوپی دومتری و دستگاه بینابنگاری به نام الودی انجام شد، کار یک شب یا یک هفته نپاهش نبود. دستاورد سالها پژوهش و نپاهش پیگیر بود، زیرا برون سیاره ها را نمی توان دید. بسیار کوچکتر از ستاره اند، از خود نوری ندارند، نور ستاره ای را که به گردش می گردند باز می تابند. نور سیاره 1 میلیارد برابر از نور ستارهش ضعیفتر است و در نور ستاره غرق می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، مانند این است که شما در تهران باشید و در 1000 کیلومتری در شهری دیگر، مثلا زاهدان، نورافکنی روشن باشد و شما بخواهید با دوربین از تهران پشه ای را که از جلوی نورافکن می گذرد ببینید. چنین کاری در آن زمان ممکن نبود. برون سیاره ها را به چند روش می توان یافت. اختر فیزیکدانان سوئیسی این کار را با اندازه‌گیری سرعت مداری سیاره انجام دادند، به این معنا که گرچه سیاره زیر سلطه نیروی گرانشی ستاره است و به گرد ستاره می گردد، ولی سیاره هم کمی بر ستاره اثر می گذارد و حرکت آن را دستخوش کمی تغییر می کند. در واقع ستاره و سیاره هر دو به گرد گرانیگاه مشترکی حرکت می کنند. ستاره گاه به این گرانیگاه نزدیک می شود و گاه دور. با اندازه‌گیری سرعت مداری ستاره
به یاری بینابنگاری که دارای توانایی های لازم باشد از راه پدیده دوپلر می توان به وجود سیاره یا سیاره ها پی برد و ویژگی های فیزیکی آنها را به دست آورد. فرض کنیم که جانداران هوشمندی در سیاره ای استر خورشیدی بخواهند بدانند که آیا خورشید سیاره دارد یا نه. اگر حرکت خورشید را زیر نظر بگیرند و دستگاه‌های اندازه‌گیری پرسون دقیق داشته باشند، خواهند دید که حرکت خورشید در کهکشان دارای نوسان‌هایی است به اندازه 12 متر در ثانیه. از این می‌توانند نتیجه بگیرند که پیرامون خورشید سیاره‌ای است با جرم 1000 جرم خورشید که همان سیاره مشتری یعنی بزرگترین سیاره راجمان خورشیدی است. این نخستین سیاره استر خورشیدی به گرد ستاره‌ای می‌گردد که 51 پگاسی نام دارد. فاصله‌اش از زمین 48 سال نوری است. یعنی نور که با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند به 48 سال وقت نیاز دارد تا از آنجا به ما برسد. ویژگی‌های فیزیکی این ستاره همانند ویژگی‌های خورشیدند. دمای سطحش 5800 درجه سانتیگراد است. کمی از خورشید بزرگتر است و کمی پرجرمتر. 1.2 میلیارد سال از خورشید کهنسالتر است. جرم سیاره دست کم نصف جرم هرمز یا مشتری بزرگترین سیاره راجمان خورشیدی است. یعنی بیش از 150 برابر جرم زمین. پس این سیاره از نوع سیاره های غول‌پیکر است نه زمینی. شگفت‌انگیز این که فاصله‌اش از ستاره‌اش بسیار کم است، کمتر از فاصله عطارد از خورشید. هر 4 روز یک بار به گرد ستاره‌اش می‌گردد، یعنی سالش 4 روز زمینی است، حالانکه مشتری هر 12 سال یک بار به گرد خورشید می‌گردد. اختر فیزیکدانان هرگز چنین حالتی را پیش‌بینی نکرده بودند که سیاره غول‌پیکری این اندازه به ستاره‌اش نزدیک باشد. دمای میانگین این سیاره 1200 درجه سانتیگراد است، حالان که دمای میانگین زمین 15 درجه است و دمای لایه‌های بالایی مشتری منهای 145 درجه سانتیگراد است. از آن پس صدها سیاره دیگر از این نوع یافتند که آنها را هرمز یا مشتری داغ می‌نامند. همکنون پی برده ایم که این سیاره های غول‌پیکر در فاصله های دور از ستاره‌شان به وجود می آیند، ولی بر اثر پدیده های دینامیک در دیسک گاز و غبار پیرامون ستاره پیراستاره‌ای به سوی ستاره مهاجرت می کنند. گفتم روشی که اختر فیزیکدانان سوئیسی به کار بردن تنها روش کشف سیاره های استر خورشیدی نیست. یک روش دیگر که با بیشتر شدن حساسیت آشکارگرها ممکن شده است اندازه‌گیری کاهش نور ستاره است وقتی که سیاره از جلویش می‌گذرد. به این روش گذر سیاره‌ای می‌گوییم، ولی این کاهش نور بسیار کم است و تنها آشکارگرهای بسیار حساس می‌توانند آن را ضبط کنند. این کار را بیشتر با تلسکوپ‌هایی که در فضا در مدارهای گرد زمین قرار دادند انجام می‌دهیم. همکنون نزدیک به 2000 سیاره استر خورشیدی یافتیم که 100% دربارشون اطمینان داریم. 4700 سیاره دیگر یافته شدند که باید نپاهش‌های آینده آنها را تایید کنند. از میان این 2000 سیاره ثابت شده در حدود 500 تا از آنها چند تایی با هم به گرد یک ستاره می‌گردند و راجمانی مانند راجمان خورشیدی پدید می‌آورند. حال میرسیم به این پرسش که آیا در این سیاره ها جاندار هوشمند زندگی میکنند؟ زیست صورتی است از ماده که هر جا اوضاع و احوال فیزیکی و شیمیایی مناسب باشند پدید میآید. نخست به دیسه بسیار ساده و سپس اگر محیط مناسب باشد به دیسه های پیچیده تر فرگشت مییابد. بنابراین دلیلی ندارد که ما زمینیان تنها جانداران هوشمند گیتی باشیم. چنین استثنایی بزرگی در دانش‌های فیزیکی توضیح پذیر نیست. با کشف سیاره‌های استر خورشیدی رشته تازه‌ای در دانش‌های فیزیکی پدید آمده که پیوند میان اختر فیزیک و زیست شناسی است. به آن اگزوبیولوژی می‌گویند، برون زیست شناسی.
برای یافتن جانداران هوشمند استر زمینی باید در ناحیه زیست پذیر پیرامون ستاره ها به دنبال آنها گشت. این ناحیه پیراستاره‌ای جایی است که در آن آب میتواند به دیسه مایع وجود داشته باشد، زیرا زیستی که میشناسیم زیست زمینی به آب بستگی دارد. بسیار نزدیک به ستاره دما بسیار است، بسیار دور از ستاره سرد است و اوضاع و احوال برای پدید آمدن زیست مناسب نیستند. البته ممکن است که گونه دیگری زیست وجود داشته باشد که بر آب استوار نباشد و ما آن را نمیشناسیم. ناحیه زیست پذیر بستگی دارد به تابندگی ستاره، یعنی اندازه انرژی تابشی آن. هرچه تابندگی بیشتر باشد، ناحیه زیست پذیر دورتر از ستاره است. زیست همچنین بستگی دارد به ویژگی های فیزیکی سیاره. مریخ و زهره هر دو در ناحیه زیست پذیر خورشیدند، ولی در آنها زیست وجود ندارد. ناحیه زیست پذیر پیراستاره‌ای چنان که گفتم به ویژگی های ستاره بستگی دارد، اما این شرط کافی نیست. شرط دیگر جای ستاره است نسبت به مرکز کهکشان. احتمال اینکه زیستی از نوعی که در زمین میشناسیم در ناحیه های نزدیک به مرکز کهکشان پدید آید بسیار کم است، چون آن ناحیه ها بسیار آشوبناکند و آکنده از تابش های کشنده و بادهای ستارگان پرجر. از این گذشته ترکیب شیمیایی ماده در اون ناحیه ها بسیار با ترکیب شیمیایی زمین تفاوت دارد و با زیستی که میشناسیم جور در نمی آید. برآوردی تقریبی نشان می دهد که در کهکشان ما 10 تا 15 میلیارد سیاره همانند زمین وجود دارد و می دانیم که گیتی دارای میلیاردها کهکشان است. به هر حال یک مسئله بسیار بسیار بزرگ فاصله سیاره های استر خورشیدی از زمین است. نزدیکترین سیاره استر خورشیدی به زمین 12 سال نوری از ما فاصله دارد و می دانیم که این سیاره زیست پذیر نیست، چون مدارش بسیار به ستارهش نزدیک است. سالش 12 روز است. نزدیکترین سیاره سنگی و زیست پذیر که تاکنون کشف شده در فاصله 21 سال نوری از ما قرار دارد. رفتن به آنجا ممکن نیست. سفر صدها یا بلکه هزاران سال طول می کشد و به انرژی های سرسام‌آور نیاز دارد. برای سفر باید شهر کوچکی را سوار فضاناو کرد و فضاناو باید آن اندازه بزرگ باشد که بتواند انرژی لازم و جا برای نسل های آینده مسافران را در خود جای بدهد. وقت ما به پایان رسید. فیزیکدان ایتالیایی انریکو فرمی، برنده جایزه نوبل فیزیک 1938، در سال 1950 این پرسش را پیشنهاد که اگر پیدایش زیست هوشمند پدیده است که به فراوانی در کهکشان روی می‌دهد، چرا هوشمندان استرزمینی را نمی‌بینیم؟ این پرسش همکنون پارادخش یا پارادوکس فرمی نام گرفته است و درباره‌اش پژوهش‌ها کردند و بسیار نوشتند. در آینده گفتاری را به پارادخش فرمی اختصاص خواهم داد.